باقر علیه السلام فرمود عاقل کسی است که خوب را از خوبتر و بد را از بدتر تشخیص بده. کمالات اخلاقی متفاوتن، مثل قله های سلسله جبال هستن، بعضی بالاتر والاتر. مثل صبر، صبر در دل خودش بسیاری از خوبی ها رو جمع کرده. خدا قسمتون کنه تشریف بیارید بهشت. بهشت 8 درب دارد، اسم داره درها. یکی اسمش باب و صبر. صبر به معنای شکیبایی، استقامت، خودداری، محکم بودن. قرآن میفرماید و بشر صابرین، ای پیامبر مژده بده شکیبایان را. علما، عرفا 12 نوع صبر تعریف کردن. ما به 2-3 نوعش تو این برنامه میخوام بپردازیم. مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود صبر 3 جوره. 1، صبر در انجام وظیفه، صبر در طاعت خدا. 2، صبر در اجتناب از گناه. 3، صبر در حوادث. برای همه اینها در قرآن آیه داریم. بیام آیه ها رو بیاریم تو تار و پود زندگی. اول صبر در انجام تکالیف. خب ما باید نماز بخونیم دیدی، خب این صبر لازم داره. مثلا از خواب خوش صبحگاهی در زمستان تابستان باید بگذریم. میخوام روزه بگیریم. حتی حدیث داریم که استعینوا بالصبر والصلاة. امام علیه السلام فرمود الصبر یعنی صوم. اینجا تمام صبر رو توی فریضه خلاصه کرده. روزه صبر میخواد. باید نخوریم، نیاشامیم، حرف زشت نزنیم، حتی با حلال خودشون اونهایی که همسر دارن در روز ماه رمضان حق ندارن با هم معاشرت داشته باشه. این صبر لازم داره. روزه یه عبادته، یه تکلیف، صبر لازم داره. خمس یعنی از پسندازی که 1 سال کسبی داشتی، کاری داشتی، پسندازی جمع شده 20% رو بدی. خیلی قهرمان میخواد. خمس دادن خیلی کار سختیه. قرآن به رزمندگانی که جان خودشون رو کف دست گذاشتن آمدن خط اول جبهه میفرماید اگه ایمان داری خمس بده. معلومه پول دادن کار سختیه. زکات دادن کار سختیه. اونهایی که گوسفند دارن، گاو دارن، شتر دارن، جو، گندم، ذرت، انگور، کشمش، طلا، نقره، اینا قواعدی دارد در رساله ها هست. 1/10 یا 1/20 رو باید در راه خدا بدهن. خیلی سخته. صبر لازم داره. حج خانه خدا یکی از تکالیفی است که بر بعضی از مسلمان ها در عمرشون 1 بار واجب میشه. صبر لازم داره. از همون لحظه‌ای که پول به حساب باید بریزی تا اینکه 1 ماه توی کشور خودت نباید باشی، از کسب و کاسبی باید فاصله بگیری، بعد بری به طواف خانه خدا و سعی صفا و مروه و عرفات و مشعر و منا و به شیطان سنگ بزن، همه اینها صبر لازم داره. پس نگاه کنید، صبر یک کمال ویژه، خیلی از خوبی ها رو در دل خودش داره. اول صبر در انجام تکالیف، امر به معروف نهی از منکر، صبر لازم داره. من اگر امر به معروف بکنم بر میخوره به بعضیا، رنجیده خاطر میشن، چه بسا رابطه بعضیا با من قطع بشه، چه بسا با من معامله نکنن، منافعم به خطر بیفته، باید بیستم روی حق. این صبر لازم داره. تولا، تبرا یعنی دوست داشتن خوبان و خوبی ها، نفرت داشتن از بدها و بدی ها، اینا صبر لازم داره. حجاب، دختر دانشجو، دختر دانش آموز، جوان غریزه داره، خوشش میاد زیبایی خودشو نشان بده. اسلام میگه خدا بر تو حجاب را واجب فرموده. صبر لازم داره. میتونه این زلفاشو بیرون بندازه و کیف بکنه، اما به عشق خدا میگه نه، باید خودم رو بپوشانم. میتونه با ناز و عشوه حرف بزنه، میگه نه، قرآن نهی کرده دختر نباید نازک حرف بزنه، نباید کسی که مریضه مریضی او رو تحریک بکنه. اینا صبر لازم داره.
صبر در انجام تکالیف، دوم صبر در گناه نکردن. میخواد دروغ بگی، خب دروغ کیف داره دیگه، میخواد غیبت بکنه. خیلی از جلسات شیرینیش به غیبت کردنه، میگه نه من غیبت نمیکنم، باید پا بگذاره رو هوس خودش. یه دروغ بگه 10,000 تومان، 100,000 تومان، 1,000,000، 10,000,000، 100,000,000 سود میکنه. میپرسن این ماشین رو چند خریدی؟ 2,000,000 سود بگیر برو. میتونه بگیر 60,000,000 خریدم، میتونه بگیر 70,000,000 خریدم. به او اعتماد شده. نگاه کنید یه دروغ 10,000,000 سود میاره برا ما. بخواد دروغ نگه صبر لازم داره. یه نگاه میتونه این فیلم رو نگاه کنه، کیف کنه. هیچکی هم تو اتاق نیست و فیلتر هم نیست، و یا اگرم فیلتر هست بلده از چه وسیله استفاده کنه، وارد چه میدونم شبکه های ماهواره بشه، وارد سایت های آنچنانی بشه و بشکن بزنه و پرتقال بخوره و تخمه بخوره. اما میگه نه، خدا دوست ندارد، صبر لازم داره. گناه نکردن صبر لازم داره، ظلم نکردن صبر لازم داره. یه مسئولیه، میتونه به مردم زور بگه، میتونه مردم رو از خود براند، تحقیر بکنه، تبعیض قائل بشه، میتونه دارایی بیت المال رو اختلاس کنه. بخواد سالم بماند صبر لازم داره. این چیزا رو که آدم کنار هم میذاره میفهمه صبر عجب قله ایست، عجب قله ایست. موضوع صبر واقعا جا داشته که خداوند یکی از درهای بهشت را با صبر نامگذاری کند. ما از خودمون بپرسیم آیا صبور هستیم؟ بچه ها معمولا از انجام دادن تکلیف بیزارند. معلمایی رو دوست دارن که کمتر تکلیف میدن، دوست دارن به خوشگذرانی و خوابیدن و بازی. و بچه های ما جشن تکلیف دارن، خیلی ها اصرار دارن این کلمه رو به کار نبریم، یعنی یه مقدار زمخته. اتفاقا خداوند انسان رو برای انجام مسئولیت آفریده، نه برای خوشگذرانی. چرا طبع ما میپسندد که لم بدیم و تخمه بشکنیم و والیبال بازی کنیم و پیتزا بخوریم و یه خواب دبش و 7-8 ساعت بخوابیم دوباره بیدار شیم بخوابیم؟ این طبع ما هست. ولی خداوند ما رو برای خوابیدن نیافریده، برای خوردن نیافریده. تکالیفی سنگین برای رشد ما، برای سعادت ما قرار داده و این جشن داره. خدا رحمت کنه سید ابن طاووس اون عالم شیعی را، سال روز به تکلیف رسیدن خودش رو جشن میگرفت، قضا میداد، اطعام میداد. گفت من افتخار میکنم از این روز به بعد مورد خطاب پروردگار قرار گرفتم که ای بنده من نماز بخوان، روزه بگیر، حج به جا آور، امر به معروف کن، نهی از منکر. صبر در تکالیف، دوم صبر در اجتناب از گناهان، خودداری کردن از ظلم کردن، از نگاه خیانت آمیز، از افشا کردن اسرار مؤمن. هر گناهی بخوام گناه نکنیم صبر لازم داره. و سوم صبر در مصیبت، صبر در حوادث مثل فقر، مثل مرض، مثل جنگ. این سه مورد در سوره مبارکه بقره آمده. و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. مفسران اینطوری معنا کردن، یعنی کسانی که صبر میکنن در مریضی، صبر میکنن در نداری، صبر میکنن در مواجهه با دشمن. این قصه را فکر میکنم خیلی ها شنیدن که یه روزی شیطان به درگاه پروردگار عرض کرد که این ایوب که انقدر تعریفش رو میکنی، خب زندگی راحتی داره، باغ بزرگی داره، خانه قشنگی داره، فرزندان زیادی داره، منافع خوبی داره، خب نمازم میخونه. خداوند خطاب کرد به شیطان، نه ایوب به خاطر این زندگی راحت نیست که بندگی میکنه. شیطان گفت خب اینا رو ازش بگیر ببینیم چه میکنه. مدتی شد خداوند دارایی ایوب رو ازش گرفت، دامهای او را،
کشاورزی او را، ولی شیطان دید همچنان او به عبادت پروردگار عاشقه. گام بعدی از خدا خواست شیطان که داغ فرزند رو به دلش بگذار. بچه هاش یکی پس از دیگری از دنیا رفتن. داغ فرزند خیلی سخته، خیلی سخته، ولی ایوب صبر کرد. مدت گذشت او را به بیماری مبتلا کرد خداوند، یک بیماری مزمن طولانی. حتی همسرش هم از او خسته شد، ول کرد رفت. کسی نبود به دیدنش بیاد، کسی نبود کمکش بکنه. رسید اون گام آخر، علما می آمدن دیدن ایوب، می گفتن تو چه گناهی کردی که خدا اینطور تنبیهت کرده؟ ولی همه را تحمل کرد، همچنان مثل روز اول بندگی خدا را به جا می آورد. قرآن می فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. می آزماییم شما را به ترس از دشمن و به کمبود از دارایی و به حادثه جانی و به فرزند و به کسب و کار. می آزماییم شما را، اما در بین شما بشارت مخصوص کسی است که صبر می کند. این صبر چطور پیدا میشه؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. صابران آنان هستند که برای خودشون هویت قائل نیستن، میگن ما از سوی خدا آمدیم، به سوی خدا پر میکشیم. صلوات عليهم من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. به جز پیامبر اسلام، خدا در قرآن به کی صلوات فرستاده؟ به صابرین. معلوم میشه صفت صبر خیلی قیمت داره. خداوند صلوات علیهم من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. هدایت، رحمت، صلوات مال کسی است که صبر میکنه در انجام تکالیف، صبر میکنه در اجتناب از گناهان، صبر میکنه در برابر حوادث. حوادث یعنی بیماری ها. الان روزگار ما چند ماهی، شاید 5 ماه یا بیشتر، یه ویروسی جامعه بشری رو در کل این کره خاک مبتلا کرده. خب مردم کشورهای مختلف هم جور و جور واکنش نشون میدن. مسلمان ها باید بدرخشن، هم از نظر اینکه صبوری میکنن، هم از نظر اینکه کمک میکنن به بیماران، به پزشکان، به پرستاران. کمک هم کمک های جانانه. صدها هزار نفر در طی این 5 ماه از مساجد، از هیئات، از مؤسسات خیریه بی وقفه شتافتن برای کمک. ما به این میگیم صبر. صبر خصلت فوق العاده مهمی است. سرور و سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در اون روز دشوار چندین بار این رو فرموده، صبرن یا بنی الکرام، بزرگ زادگان، ای اصحاب من مقاومت کنید، صبر کنید. زنان صابر، مردان صابر. قرآن کریم از یک بانوی گزارش کرده، همسر فرعون، که وقتی فرعون شنید او ایمان آورده، او رو تهدید کرد به قتل. بانوی کاخ نشین در رفاه سر سفره فرعون، با چه لباسهایی، با چه امکاناتی، اما ایمان آورده، رو ایمان خودش صبر کرد. فرعون دستور داد دستها و پاهای او را بر صخره ها بکوبن و با تازیانه بر او بزنن زیر آفتاب سوزان. او مقاومت کرد تا جان سپرد. اولین شهید اسلام هم یک زن است، سمیه. بعد از او همسرش یاسر. با طرز فجیعی این زن و شوهر را به جرم ایمان، به جرم اسلام کشتن. بلال حبشی،
بلال حبشی رو می آوردن وسط میدان شهر لخت می کردن، از فرق سر تا کف پا شیره خرما به تنش می مالیدن، پارچه توری روی او می کشیدن، کندوهای زنبور رو زیر اون پارچه رها می کردن. تمام بدن او تاول زده بود. بدن تاول زده را روی ریگهای داغ بیابان می کشندن، اما او از اعتقادش دست بر نمی داشت. این صبره. بایستیم. ابراهیم خلیل قهرمان توحید این رو فرموده: ولنصبرن علی ما آذیتمونا. لا یعنی حتما، نون تشدید دار یعنی 100%، حتما 100% مقاومت خواهیم کرد در برابر اذیت شما. الان آمریکایی ها خودشون اعلام میکنن تحریم هایی که در تاریخ سابقه نداشته ما در مورد ملت ایران اجرا کردیم. ملت ایران حرفی که میزنه حرف صبره. خداوند سلامتی بده به رهبر حزب الله سید حسن نصرالله. در فضای مجازی میتونید پیدا بکنید این جمله رو بزنید: سخنرانی سید حسن نصرالله در دانشگاه تهران. ایشون میگه اولین بار بود که در جماران به دیدن امام خمینی رفتم و وضع اسفبار مسلمانان لبنان را و شیعیان لبنان را برای امام تعریف کردم. از امام کسب تکلیف کردم ما چه کنیم تو لبنان. امام یک کلمه به ما یاد داد: مقاومت. مقاومت. ما آمدیم لبنان یه حزبی تشکیل دادیم. تا 2 سال به ما میگفتن حزب المجانین، یعنی اینا دیوونن، مگه میشه با اسرائیل طرف شد؟ اما بعد از 2 سال باور کردن میشه. الان پرچم حزب الله یک برند برای مقاومت. در هر کجای دنیا این پرچم زرد رنگ به اهتزاز درآید، همه معنای مقاومت رو ازش میفهمن. بایستیم پای اعتقاداتمون، بایستیم پای انجام تکالیف، بایستیم اونجایی که نباید گناه بکنیم گناه نکنیم، بایستیم پای حوادث مثل مرض، مثل فقر و نداری، مثل جنگ با دشمن. قرآن کریم یه شعاری داره، اون شعار اینه: 20/200 پیروز است. برید آیهشو پیدا کنید. یه بار دیگه میگم: 20/200 پیروز است. آیهش اینه: ایکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. از شما مسلمان ها اگر 20 نفر صابر پیدا بشه، این غلبه پیدا میکند بر 200 نفر. این هنر صبره. حدیث داریم: مریض شدید شکوه نکنید، خودداری کنید، ناله نکنید. رفتیم عیادت مریض، چقدر ناله میکنه. با خدای خودتون حرف بزنید. عیادت کنندگان رو آزار ندید. صبر در بیماری، صبر در فراق فرزند، صبر در مصیبت، صبر در میدان جنگ، صبر در انجام تکالیف. چه دایره ای. 13 سال مسلمان ها در مکه بودن زیر فشار، زیر شکنجه. اونها رو میکشتن، میزدن، تبعید میکردن، ولی ایستادن. حدیث این رو به ما میگه: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذى. مؤمن با مردم معاشرت داره و بر اذیت ها صبر میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام این سخن رو عرض بکنم و با شما خداحافظی کنم. فرمود: 25 سال صبر کردم، صبرت و فی العین قضا، در حالی که در چشمانم خاشاک بود، و فی الحلق شجا، در گلویم استخوان. گاهی وقتا ما غذا میخوریم، لابلای غذای استخوان ریزی هست، اینجا گیر کرده، نه بیرون میاد، نه هی داریم خفه میشیم. 25 سال امیرالمؤمنین به خاطر مصلحت اسلام، به خاطر موندن اسلام. این طوری گاهی وقتا یه خاری میره تو چشم ما، نمیتونیم بخوابیم،
نمیتونیم آرام بگیریم. 25 سال اینطور صبر کردم، صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجا. همسرش صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها زیارتنامه ای دارد. من در ایام فاطمیه این رو میگم، میگم کلید شخصیت حضرت فاطمه زهرا صبره. چرا؟ چون اون زیارتنامه اینطور شروع میشه، یا ممتحنه امتحنک الله قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. ای بانوی امتحان داده، که خدا تو را امتحان کرد و تو را صابر یافت. بعد ما این رو به حضرت زهرا این گونه عرض میکنیم، یا فاطمه زهرا، ما هم خیالمون اینه که از طرفدارای شما، از هوادارای شما، از دوستان شما هستم. ما هم خیال میکنیم از طرفدارای شما، از هوادارای شما و از دوستان شما هستیم. حرفمون اینه صابرون و مصدقون. ما هم میخوام پای این مکتب بایستیم و قبول کنیم. صبر یک کمال درجه یک. خدا نگهدار شما. استاد سید جواد بهشتی در این برنامه فرمودند کمالات اخلاقی متفاوت هستند و بعضی بالاترند، مثل صبر که در دل خود بسیاری از خوبی ها را جمع کرده است. صبر به معنای شکیبایی، استقامت، خودداری و محکم بودن است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام صبر را سه گونه معرفی می کند: صبر بر طاعت خدا، صبر بر اجتناب از گناه و صبر در حوادث. برای انجام عبادات باید صبر کنیم و سختی های آن را تحمل کنیم، از جمله روزه، خمس، زکات، حج، امر به معروف و نهی از منکر، تولا و تبرع و حجاب. گناه نکردن نیز نیاز به صبر بر میل به گناه دارد. گناهانی مانند دروغ گفتن، غیبت کردن، نگاه حرام، گناه در خلوت، ظلم کردن، تحقیر، تبعیض و اختلاس. انسان که به این مسائل مقید شود میفهمد که صبر چه قله رفیعی است. خداوند انسان را برای انجام مسئولیت آفریده است. طبع ما آسایش طلب است، ولی خداوند ما را برای خوردن و خوابیدن نیافریده است. سومین نوع صبر، صبر در حوادث می باشد، از جمله فقر، مرض و جنگ. قرآن می فرماید که انسان‌ها به ترس از دشمن، گرسنگی، کمبود از دارایی و به حادثه جانی، فرزند و کسب و کار آزموده می شود و به صابران بشارت می دهد. صابران کسانی هستند که می گویند ما از سوی خدا آمده ایم و به سوی او پر می کشیم و صلوات خدا برای کسی است که صابر است. امام حسین علیه السلام یاران خود را صابر خطاب می کرد. صبر و مقاومت باعث پیروزی است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام 25 سال به خاطر مصلحت اسلام و حفظ آن صبر کرد.